چرا ادعای تجاوز جنسی از جانب احمد اشچی مورد استقبال ارگنشینان قرار گرفت و از جانب جنرال احمدزی موجب خشم و غضب آنها شد؟ برای ادامه بحث با ما همراه باشید، اما قبل از ادامه بحث اگر تا هنوز عضو چنل بوداپرست نیستید چنل را سابسکرایب، زنگوله را فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی و جالب ما با خبر شوید. همه به یاد داریم که احمد اشچی ادعا کرد که از جانب افراد جنرال دوستم و به امر جنرال دوستم بالای نام برده تجاوز جنسی صورت گرفته که این امر با استقبال ارگنشینان مواجه گردید و با وجود این که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و در آن وقت در جبهات جنگ علیه طالبان مصروف بود و ارگنشینان در آن وقت با طالبان خوشوبوش داشتند و در صدد ناآرامی شمال و انتقال گروه های تروریستی به شمال کشور بودند، به همین علت جنرال دوستم را به تار کبود بستن و از این قضیه تا توانستن جهت حذف دوستم از قدرت در سطح ملی و بین المللی استفاده کرد. دوسیه سازی نمود و 5 سال دوران خدمت دوستم را فدای ادعای اشچی کردن. اما اکنون جنرال حبیب احمدزی ادعا دارد که اسنادی به دست دارد که حلقه های در درون ارگ در بدل سیکس چند تنی را به پارلمان فرستاده از قدرت و مقام در راستای ترویج فرهنگ سیکس، تجارت سیکس و فحشا استفاده می کند. حاضر است که اسناد خود را در یک مرجع بی‌طرف و بدون وابسته به ارگ شریک نماید. ارگ نشینان سراسیمه، خشمگین و به غضب آمده و بدون درنگ این ادعا را رد کردند. در این چه رمز و رازی نهفته است که ادعا بالای معاون اول ریاست جمهوری درست است، اما ادعا بالای حلقه های دیگری نهاد ریاست جمهوری دسیسه و زن ستیزانه است؟ آزار و اذیت جنسی چی زن و مرد دارد؟ چی فرق میکند که چی کسی قربانی است؟ این سیاست یک بام و دو هوای ارگ نشینان را چی میتوان تعبیر کرد؟ پس شما چی فکر میکنید؟ نظریات منطقی تان را با ما شریک سازید. تا ویدیوی بعد، خدا یار و نگهدارتان.